دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید کتاب قهرمان سیستان امرو پرسید آخر چرا؟ من که تمام شرایط شما را قبول کردم چطور نمیخواهید یک شرط کوچک مرا بپذیرید؟ ملک زرخندی زد و گفت پس گوشهایتان را باز کنید و ایرادهای مرا خوب و از روی عقل و وجدان بسنجید وقتی شما گفتید که حاضر استید مرا رسما و شرعن به عقد خود درآورید دنیا را به من دادن چه سعادت و افتخاری بالاتر از اینکه دختری از سنف و طبقه منزن شما و اولین عروس خاندان امیر یعقوب خواهد بود ولی افسوس این رویای شیرین اساسی نداشت و بیش از لحظه این نپایید اگر شما مرا به قول خودت بی سر و صدا و مخفیانه و به اصطلاح ما دزدکی به عقد خود درآورید هیچکس وقوع عقد مرا باور نخواهد کرد همه خواهند گفت که امرو برادر امیر دختری را با یک مشت طلا فریب داده و عقل از سرش را بوده و معشوقه خود قرار داده همانطوری که شما از بزرگان سیستان رو در بایستی دارید و ملاحظه می کنید من هم به مراتب بیش از شما از هم های خود از خیش و دوست و آشنا و همسایه ملاحظه دارم و نمی خواهم مورد شماتت و تمسخر آنان قرار بگیرم شما آدمیت را فقط در شعن و شوکت و مال و دولت می دانید ولی من و امثال من در اسمت و نجابت و پاکی و تهارت می دانیم. آنطور که از گفته های شما فهمیدم می خواهید آقد گمنامی بیاورید و سیقه اقرا در حضور دو نفری من جاری کنید و شب بدون عروسی با من زفاف کنید. من حاضر نیستم چون این زلت و حقارت و خفت را تحمل کنم. خلاصه کلام من در صورتی حاضرم به عقد شما درایم که عقد کنان پرسر و صدایی برپا سازید و تمام بزرگان سیستان و همچنین کسان و بستگان مرا دعوت کنید و بعد هم عروسی مفصل و با شکوهی راه بیاندازید و در شب زفاف هم باید برادر بزرگتر شما امیر یعقوب ما را دست به دست بدهد و سلام شد تمام لحن کلام ماه ملک به قدری جدی و محکم بود که امرو یقین کرد آن دختر گداد دست از ادای خود بر نخواهد داشت با اینکه در دل خود و پیشگاه وجدانش مناعت تب و غرور همان دختر گدارا را تحسین و تقدیس می کرد ولی در عین حال هوس و یا به زعم خودش عشق و محبتش را پایمال می دید و در دل می قورید. باز در صدد تطمیع ماه ملک برامد. مهریه را به ده هزار دینار رسانید و وعده های فری بنده داد ولی کمترین نتیجه نگرفت و آخرین حرف ماه ملک این بود که او زهرخندی زد و گفت شما همینطوری که میخواهید اختکنان دزدکی درست کنید و همینطور هم پس از آن که به کام دل رسیدید و از من سیر شدید مرا دزدکی از خود خواهید راند ماه در تمام مدتی که با امرو گفته گومی کرد گوش به زنگ بود که صدای در زدن از هر را بشنود ولی با کمال تعجب صدایی نشنید و سخت مضطرب و نگران شد آیا از هر جوان مرد ورود مرد غریبه و عبا سر و ناشناس را به خانه من دیده و خیالاتی پیش خود کرده و دور مرا قلم گرفته نگاهی به روی عمر کرد و در دل گفت خدا زلیلت کند از جا برخواست و با تغییر اظهار داشت دیگر حرفی ندارم خدا نگهدار مرا ببخشید مادر و خواهرم منتظرن که شام بخوریم گفت و آزم خروج از اتاق شد امرو که با چشمای پر جمال جمال ملک را تماشا می کرد و سیر نمی شد وقتی تمام درها را به روی خود بسته دید دل را به دریا زد بران شد که ماه ملک را به زور در آغوش بکشد و دختر بیکس و بیپناه را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و به زانو در آب برد. کسانی هستند که آنچه در دلشان میگذرد در برق چشما و طرز نگاهشان منعکس می گردد. ماه ملک با آن هوش و فراست سرشاری که داشت همینقدر از آتش نگاه امرو دریافت که نیت سوئی دارد قدم تون کرد تا زودتر از اتاق بیرون برود ولی دیگر دیر شده بود امرو خیز برداشت و با دو دست دخترک را بغل کرد و خواست اول بوسه از روی زیبایش برو باید و منظره دردناکی به وجود آمد فرشته معصوم و ناتوانی اسیر چنگال دیوی شده بود ماه سر را عقب برد و آجزانه و معیوسانه در مقام دفاع برآمد. خواست فریاد بزند و کمک به ولی از افتضاح و رسوایی که مسلم بود در خواهد گرفت ملاحظه کرد امرو که دو دست را در کمر ماه ملک حلقه کرده بود و بلتب دستهای دخترک را هم گرفته بود دست چپ خود را آزاد کرد تا با همان دست سر ماه ملک را از عقب بگیرد و به جلو بکشد تا بتواند او را ببوسد نبوسیده شیرینی بوسه را در لبهای خود احساس می کرد به زعم خود سعی داشت که حد تل امکان اذیت و آزاری به ماه ملک نرساند هنوز در کشمکش بود که یک مرتبه سوزش دردآوری روی شکم خود احساس کرد امرو که در جنگ های زیادی شرکت کرده و بارها طعم زخم شمشیر و نیزه و خنجر را چشیده بود فورا دریافت که خنجری در شکمش فرو می رود حس کرد که خون گرمی از جای زخم زده و پیراهنش خیس شده و همان دم ماه ملک به صدا درآمد ولم کن فورا از دستم بردار و عقب برو و الا من دشنه را تا دست در شکمت فرو میکنم و رودهایت را بیرون ریزم امرو که یک دستش پشت گردن ماهملک و دست دیگرش دور کمر او بود اول خواست با یک حرکت سری دشنه را از شنگ ماهملک بیرون آورد ولی وضع طوری بود که دید اگر دستش را تکان دهد دخترک فورا دشنه را فرود خواهد کرد یک مرتبه خنده البته خنده دروغی را سر داد و ماهملک را رها کرد و گفت آفرین بر تو من خیال بدی نداشتم فقط میخواستم تو را آزمایش کنم میخواستم بفهمم که تا چه حد استوار میباشی هزار آفرین بر تو ای شیر زن اکنون علاقه و محبتی که به تو داشتم یک به هزار شد اگر بنا باشد جان به سر این کار نه هم به هر قیمتی شده دست از دامن تو بر نخواهم داشت امرو در ظاهر ماه ملک را رها کرد ولی میخواست او را غافلگیر کند و دشنه را از چنگش درآورد. ولی موفق به انجام این نقشه نشد در همان حینی که میخواست دوباره به ماه ملک حمله کند درد طاقت فرسایی در شکم احساس نمود بی اختیار دست روی شکم گذاشت دستش از خونی که از لباسش هم بیرون زده بود خون آلود شد و ماه ملک بدون اینکه منتظر پایان نطق امرو باشد از اتاق خارج شد ماه ملک دریافت که امرو بهانه آزمایش را به این نیت به میان آورد که خود را از تنگوتا نیندازد و الا اگر نوک دشنه به شکمش فرون نرفته بود مسلما بلایی بر سر ماه ملک می آورد ماه ملک در آن حال آشفتگی به یاد تاووس افتاد و دعای خیری در حق وی نمود تاووس به ماه ملک یاد داده بود که دخترها ایمانند آنها که حامی و پشتیبانی مثل پدر یا برادر ندارند باید محض احتیاط برای دفاع از افت و ناموس خود از لحه ای مثل خنجر یا دشنه همراه داشته باشند. امرا به قصد عزیمت از اتاق بیرون آمد و چند بار ماه ملک را صدا کرد. جوابی نشنید ناچار سر به زیر انداخت و, و به اصطلاح با لب و لوچه آویزان از خانه بیرون رفت. طبیعی است که هر قد نیل به وسال مشوق مشکل تر شود آتش عشق در سینه ی عاشق تیز تر می امرا می و حس می کرد که عشق ماه ملک بیش از پیش آتش به جانش زده امرو مدتها ها فکر کرد و بالاخره به این نتیجه رسید که یگان راه وسال ماه ملک این است که همان کاری را که میخواست در خانه وی انجام دهد و او را به زور تصاحب کند و در مقابل انجام شده قرار بدهد به نحو دیگری به موقع اجرا گذارد. اگر این دفعه نوک دشنه ماه ملک مانع از انجام مقصودش گردی دفعه دیگر باید پیش های لازم را بکند. امرو تا چند روز هر دفعه که مرهم روی زخم شکم می نهاد و دشنه ماه ملک را به خاطر می در دل خود احساس یک نوع خجالت و شرمندگی می نمود زیرا بارها در جنگ های تن به تن یا دست جمعی دشمن را خلع سلاح کرده بود ولی در این مورد از گرفتن سلاح ناچیز یک دختر بیار و یاور عاجز مانده بود اما ماه ملک پس از آنکه در دل خود امرو را با لعنت و نفرین بدرقه کرد و حرکت او را دور از جوان مردی شمرد بی اختیار دشنه را بیرون کشید و تماشا نمود سر تیقی دشنه آن را به اندازه یک بند انگاش خونالود دید آهسته دور از چشم مادر و خواهر دشنه را شست از اینکه با این سلاح کوچک مرد دلاوری مثل امرو را از میان به در کرده بود احساس غرور می نمود و بر خود می بالید و بی اختیار تیغه دشن را بوسه می زد دم تصمیم قطعی گرفت که دیگر در به روی امرو باز نکند و هرگز با او به هیچ عنوانی روبرون نشود به اتاق برگشت و بسته هدایای امرو را روی فرش دید ماه ملک هدایای گرانبهایی که امرو با مجده عقد به توسط آن عاقل زن فرستاده بود همراه خود آورده بود تا اگر معامله با امرو سر نگیرد آنها را به خود امرو بدهد وقتی گفتگو در اطراف عقد به طوری که گفتیم به مرحله بنبستی رسید ماه ملک بسته هدایا را جلوی امرو انداخت و با لحن تمسخرآمیزی گفت حال که معامله ما سر نگرف این بیانه را هم که فرستاده بودید مسترد می دارم. ولی امرو بسته را جا گذاشته و رفته بود ماه ملک گمان کرد که امرو مخصوصا بسته را جا گذاشته تا خود ماه ملک مثل دفعه گذشته آن را ببرد و تسلیم کند و مسلما امرو نقشه کشیده که شاید این دفعه او را به دامن برای احتراز از خود ای احتمالی امرو تصمیم گرفت بسته را به توسط خواهر بزرگتر و بیوه اش بفرستد. خواهر را صدا کرد و جریان را تعریف نمود و دستور داد که دیگر هرگز در به روی این نره قول نگوشاید بسته را به دست خواهر داد و بیوزن آن را باز کرد و وقتی چشمش به آن همه ی طلا آلات و جواهرات افتاد دهانش از تعجب بازماند و نگاه ملامت باری به روی خواهر نمود و گفت چطور از دلت میآید این گنج باداورده را که چند برابر تمام زندگی ما قیمت دارد از دست دهی امرو اینها را به تو بخشیده و اعم از اینکه که تو با او بسازی یا از نفهمی و جهالت نسازی در هر حال چشم داشتی به اینها ندارد پس دادن اینها منتهای حماقت از آن هم برای دختری مثل تو که آه در بسات ندارد ماه ملک جواب داد من که دیگر حسابی با امرو ندارم چرا مدیون او وزیر منتش باشم خلاصه یک گفتگو بر سر این موضوع بین دو خواهر به درازا کشید بیوه هرچه دلیل آورد و نصیحت کرد ماه ملک زیر بار نرفت عاقبت بیوه زن تسلیم شد ولی تصمیم گرفت که چند قطعه از آن طلا آلات را کش برود و برای روز مبادا نگاه دارد قافل از اینکه این دزدی ممکن از عواقب ناگواری برای ماه ملک داشته باشد زن وقتی شنید که امرو حاضر شده بود ماه ملک را به عقد خود درآورد ولی به ملاحظاتی میخواست این امر خیر را پنهان از نظر این و آن انجام دهد باز به جان ماه ملک افتاد و بنای ندامت و ملامت گذاشت و گفت اگر من به جای تو بودم با منت قبول کردم زیرا تو بعد از یک سال از امرو بچه دار می شدی و آن وقت امرو مجبور بود که به خاطر بچه اش ازدواج با تو را آفتابی کند محمله که هنوز تحت تاثیر ماجرای هولناک و خطرناکی بود که امرو در وحله آخر برپا ساخته بود لذا حوصله یه حرف زدن نداشت و گفت اگر بچه هم پیدا می کردم بچه را از دستم می گرفت و در خفا بدایه می سپردم و خودم را از در بیرون می کرد. خواهر گفت اشتباه می کنی من شنیده ام که خیلی از فرمان روایان با کنیزان خود عشق بازی کرده و همین که بچه دار شده ان آنها را به عقد خود درآوردهاند. من جمله چند نفر از خلفای عباسی مادرانشان کنیز بوده و پس از آن که بچه دار شده ان خلیفه همان کنیز را آزاد کرده و به عقد رسمی خود درآورده. و او را به عنوان اینکه مادر جانشین اس بانوی بانوان حرم سرای پر ارز و طول خود قرار داده بیوزن چون دید که محمله گرفته و افسرده می باشد دلش به حال دخترک سوخت و خواست او را با یک صحبت شیرین سر حال بیاورد خنده کرد و گفت همان معمون که یکی از بزرگترین و مقتدرترین خلفای عباسی به شمار می رود مادرش یک کنیز سیاه بدترکیب ترکیب و بد ریختی بود که هارون الرشید روی اجبار و با نفرت و انزجار با او هم بستر شد از همین هم بستری یک شبه بود که معمون به وجود آمد هم بستر شدن با کنیز مطبخی زشت سیاه داستان با مزه دارد که اگر مایل هستی تعریف کنم بیوزن بدون اینکه منتظر جواب مثبت یا منفی ماه ملک شود شروع کرد میدانی که معروفترین و بزرگترین خلیفه که تا به امروز در خاندان عباسی پیدا شده هارون رشید بود این هارون زنی داشت به نام زبیده که محبوبه ی عزیز شوهر و شکوه و جلالش فزون از حد و حساب بود صدها کنیز از زشت و زیبا و سیاه و سفید به زیر فرمان داشت روزی هارون حوض کرد که با و شطرنج بازی کند البته پول در نظر آن دو اهمیت نداشت قرار گذاشتند که بازنده هرچه را برنده بخواهد تقدیم کند و هر فرمانی دهد اطاعت نماید و بازوق و شوق تمام مشغول شدند اتفاقا زبیده مات شد و باخت و هارون برنده شد زبیده با شور و هیجان منتظر بود که شوهر از وی چه خواهد خواست هارون خنده به روی محبوب نمود و گفت طبق شرطی که بسته این باید آنچه دلخواه من است انجام دهی زبیده که از باطن شوهر خوشمزه خبر نداشت جواب داد من حاضرم دلخواه تو چیست؟ هارون گفت باید در مقابل من اوریان شوی و راه بروی زبیده این تقاضا را مخالف شعونات خود دید به التماس افتاد که چیز دیگری بخواه هارون قبول نکرد عاقبت زبیده دندان روی جگر گذاشته حاجت دلخواه شوهر را برآورده ساخت باز مشغول بازی شدن این دفعه زبیده برد و هارون مسترب شد که همسرش از او چه خواهد خواست ولی اشتباه کرده بود دلخواه زبیده چیز دیگری بود میخواست به زعم خود از هارون سر این شرط بندی انتقام بگیرد در میان صدها کنیزی که گفتیم از سیاه و سفید و زیبا و زشت در خانه داشت کنیزی بود به نام فائزه حبشی سیاه و درزشتی و بد ترکیبی انگوش نمای اهل حرم بود جایش بیشتر در مطبخ بود و برای فرار از مطلق و تمسخر دیگران کمتر از آنجا خارج می شد. زبیده به هارون گفت باید یک شب با فائز هم بستر شوی. هارون هرچه خواست زبیده را با تقدیم خروارها طلا و صندوقهای جواهر و قلامان و کنیزان بیشمار منصرف سازد زن لجباز قبول ننمود و ایستادگی کرد. هارون ناچار طبق دلخواه زبیده رفتار کرد. از این همبستری پس از نه ماه و نه روز و نه ساعت معمون به وجود آمد زبیده که خود پسری از هارون به نام امین داشت و هارون او را جانشین خود میخوان از کرده پشیمان شد ولی دیگر این پشیمانی سودی نداشت سالها گذشت و معمون که در خراسان حکومت داشت با کمک و یاری تاهر زلیمینن که از سرداران نامدار ایرانی بود لشکر به سوی بغداد کشید خلاصه امین فرزند زبیده زیبا کشته شد و معمون فرزند فائز همان کنیز زشت و سیاه بر تخت خلافت جلوس کرد از آن به بعد تا زنده بود دست ندامت به زانو میزد و از لجاجت اظهار تأسف می نمود این را هم بگوییم کلام زن ناتمام در همین حین صدای در کوچه به گوش رسید رنگ از روی ماه ملک پرسید مسلما این از هر است ولی چرا به این دیری آیا با امرو روبرو شده وای بر من خاک بر سر من شد از هر برای دیدار محبوب زیبا آرام و قرار نداشت و با بی صبری تمام منتظر بود آفتاب غروب کند و کوچه ها را تاریکی فرا بگیرد تا او به ملاقات دلبر بی همتا و زن آتیه خود برود و بالاخره شب فرا رسید و از شاد و خندان به راه افتاد می رفت و جملاتی را که باید برای خوشایند و دلشادی و جلب محبت ماه ملک بر زبان آورد آماده می ساخت. چند قطعه زیورالات تلاکوب و گوهر نشان را که برای ماه ملک آورده و در جیب گذاشته بود با دست لمس می کرد و قیافه ماه ملک را که از مشاهده و دریافت آنها مسرور و خندان خواهد شد در نظر مجسم می ساخت و هضم می کرد. با اینکه عبور و مرور در کوچه ها کم تر دیده میشد مهازا از هر که می دانست همه مردم شهر او را از هیکلش می سعی می کرد خود را از انظار پنهان بدارد تقریبا در صد قدم یه خانه ماه ملک متوجه شد که 20 قدم جلوتر از او مردی عبا به سر کشیده و قدم بر می دارد. از هر با همه عجله و اشتیاقی که به دیدار محبوب داشت برای اینکه مبادا آن مرد عبا به سر او را بشناسد و ورودش را به خانه ماه ملک ببندد پشت سر او به راه افتاد تا به نزدیکی خانه ماه ملک رسیدن. از هر با حیرت جانسوزی متوجه شد که آن مرد جلوی در خانه ماه توقف کرد و در را کوبید و بلافاصله در باز شد و خشم و از هر را در میان گرفت این مرد چه بود؟ چرا عوا به سر کشیده و روی خود را پوشانده بود؟ باید او را بشناسم حدسیات رعش آور و آتشینی به مغزش راهی یافت نسبت به ماه ملک سخبت گمان شد فکر کرد اگر وارد خانه ماه ملک شود ممکن است ماه ملک او را تعقیب کند و بشناسد همین کار را کرد پس از ساعتی مرد عبا به از خانه ماه ملک بیرون آمد از هر به حجوم افکار و خیالات زجر عذاب می کشید و در تعقیب مرد قدم بر می داشت بالاخره آن مرد به در خلوت خانه امرو برادر یعقوب رسید آهسته کوبه در را به صدا درآورد نوکری که شمعی به دست داشت در را باز کرد مرد عبا را برداشت و به دست نوکر داد و از هر با خشم و حیرتی که لرز برندامش انداخته بود در نور ضعیف شم و برادر امیر یعقوب را دید و شناخت خود پیداست که به پهلوان پاکتل و قیور چه حالی دست داد قدم پیش نهاد از هر وقتی مرد عبا بسر را که از خانه ماه ملک بیرون آمده بود تعقیب کرد شناخ که امرو برادر امیر یعقوب است و دود از نهادش برآمد و لحظه ای در دریای افکار و حدسیات جانسوز و درناک قوت ورگردید فکری که بیش از همه روحش را رنج و عذاب میداد این سوال بود که آیا ماه ملک محشوقی امرو شده و این مرد ایاش این دختر را فریب داده مسلما امرو با چند قطعه زیورالات و یا چند قواره پارچه و غیر دختر ساده را از راه به در برده قدم پیشنهاد تا امرو را از خانه بیرون بکشد و جویای حقیقت امر شود ولی همان دم به خاطرش رسید که امرو از او ملاحظه دارد و بلکه میترسد و لذا ممکن نیست حقیقت امر را بروز دهد و شکی نیست که چند راست و دروغ به هم بافته و خود را تبرعه کند پس چه باید کرد؟ فکر کرد که دور ماه ملک را قلم بگیرد و او را فراموش کند دختر هرزه به چه درد میخورد؟ چه خوابهای شیرینی برای زندگی آتیه ی هر دوی من دیده و چه نقشه های روح پروری کشیده بودم همه نقش براب شد ولی میخواستم بدانم که این معاشقه ننگین اول از جانب کدام یک از این دو گنهکار شروع شد به فرض هم که فهمیدم و دانستم به چه درد من میخورد دختر بدبخت امرو تو را معشوقه خود قرار داد ولی من حاضر بودم با تو رسما عروسی کنم راست گفته انکه که زنها وفا ندارند و از مکر و آنها نباید قافل بود در هر حال من حاضر نیستم پس مانده امرو را بخورم ازم بازگشت نمود و به طرف خانه خود به راه افتاد چند قدمی که برداشت دیگر زان و وانش از کار افتاده و پاهایش پیش نمی رفت تو گویی در چند قدمی ایستاده و او را به سوی خود می خاند. تصمیم گرفت به ملاقات ماه برود و تحقیقات لازم را به عمل آورد اگر ثابت شود که مبتکر و پیشقدم در این کار خود ماه ملک بوده آب دهان به رویش انداخته و برای همیشه رهایش کند هرگاه معلوم گردد که امر و بازور و تهدید و یارش به و وعده دخترک را فریب داده حق امرو را کف دستش بگذارد کوبه در خانه ماه ملک را به صدا درآورد و وارد شد ماه ملک در اتاق منتظرش بود دختر رنگ به رو نداشت و دل در سینه اش می تپید ماه ملک برخلاف ملاقات های گذشته خنده که سهل از تبسمی هم به لب نداشت آثار و علائم تشویش و استراب در سیمای دل رو بایش نمایان بود از هر متوجه قیافه گرفته ی ماه ملک شد خیال کرد که از ورود بی موقع او ناراحت و نگران است ماه هم به نوبه خود ملتفت قیافه عبوس و خشمناک از هر شده و با در نظر گرفتن دیر کردن او یقین نمود که با امرو مصادف شده و خدا میداند که بین آن دو چه گذشته ماه با صدای لرزان خوش آمدی گفت و پرسید پس چرا دیر کردید؟ از هر نگاه قذب آلود به روی دختر نموده زهرخندی زد و جواب داد چون فهمیدم که شما مهمان عزیزی دارید نخواستم مزاحم شوم آیا خوش گذشت این جواب از هر آتش دردناکی بر جان ماه ملک زد دختر معصوم بی اختیار از سوز دل گریه را سر داد از هر در دل گفت گریه یکی از راه های مکر و ریای زن هاست ای دختر ناپاک با این عشقان نمی نمیتوانی مرا گول بزنی ماه ملک با ناله گفت شما چرا با من این گونه سخن میگویید من غیر از شما در این دنیا پشتیبانی ندارم اگر سفر نرفته بودید من گرفتار پنجه این مرد خدا نشناس نمی شدم بیایید محض رضای خدا مرا از دست این نامرد امر و برادر امیر نجات دهید از هر با آن بدگمانی که نسبت به ماه ملک به هم رسانده بود این اظهارات را حمله بر درویی و فریب کاری نمود و گفت از قدیم معروف است که گفته اند. تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد اگر شما مایل به ملاقات امرو نبودید چرا او را به خانه خود راه داده اید پس مقصر اصلی خودتان هستید و ماه ملک جواب داد از دست یک دختر بیکس و مسکین در مقابل یک مرد و شرور و مقتدر چه کاری ساخته است امشب دومین باری بود که به خانه من آمده وقتی به زنی که از جانب او پیغام آورده بود گفتم که در روی امرو باز نخواهم کرد از قول امرو جواب داد که اگر در را باز نکنید آن را با لگت شکسته و وارد خواهد شد ماه ملک با جوش و خروش تمام جریان دوبار آمدن امرو را تعریف کرد و گفت که چگونه در ملاقات اول هدیه هایی آورده و میخواست ماه ملک را معشوقه خود قرار دهد ماه ملک با خشم و نفرت او را از خانه بیرون کرد و هدایای گران به هایش را هم پس برد امشب هدایای بیشتری آورده و به زعم خود به من مژده داد که حاضر است مرا رسما و شرعا به عقد خود درآورد ولی به شرط اینکه این عقد مخفیانه و دزدکی انجام بگیرد من زیر بار نرفتم و او را با نفرین و ناسزا از خانه بیرون نمودم ماه ملک با شور و هیجان تمام جریان حمله ناگهانی امرو را که چگونه دستهایش را گرفته میخواست به زور او را تصاحب کند و در مقابل عمل انجام شده قرار دهد تعریف کرد در خاتم دشنه را از زیر لباس بیرون آورد و گفت این دشنه مرا از سوء قصد آن بدجنس نجات داد خدا یار من بود که از یک فرصت آنی استفاده کرده سر تیق دشنه را در شکمش فرو کردم به طوری که خون از لباسش بیرون زد و تهدیدش کردم که اگر مرا رها نکند روده را بیرون خواهم ریخت ناجوان مرد بی حیات چون جان خود را در خطر دید مرا رها کرد و گفت قرض بدی نداشته و میخواست غیرت و استواری مرا امتحان کند ماه وقتی متوجه شد که از هر با تبسم تمسخرآمیزی که به لب دارد شرح ماجرا را با شک و تردید گوش می دهد گفت برای اینکه صدق اظهارات من ثابت شود خوب است به نحوی شکم امرو را معاینه کند ماه در خاتمه گفت هدیه های ها را که امرو آورده و عمدن جا گذاشته به دست خواهرم سپرده ام تا فردا ببرد و پس دهد هماندم دم خواهرش را صدا زد و دستور داد هدیه های امرو را بیاورد خواهر بسته را آورد و اقرار کرد که به دستور ماه فردا آن را به خانه امرو برده و تسلیمش خواهد نمود لحن گفتار ماه به حدی صادقانه بود که سوء زن اثر از را تا حدی برطرف ساخت ولی مرد قیور هنوز مردد و مشکوک بوده دشنه را از دست ماه و تیقه آن را امتحان کرد و گفت خوب تیز هم هست سپس پرسید آیا این دشنه را همیشه همراه داری یا امشب محض احتیاط زیر لباس پنهان کرده بودی ماهمله جواب داد دنیای کتاب صوتی